گروه توکل داعش در 15 سپتامبر 2014 یکی از بزرگترین حملات خود را به شهر کوبانی شروع کرد، حمله‌ای که 4 ماه و نیم به طول انجامید. در اثر مقاومت حماسی زنان و مردان یگانهای مدافع خلق، داعش متحمل تلفات سنگینی شد و خیال اشغال کوبانی را از سر خارج کرد. از مقاومت کوبانی به عنوان حماسه قرن یاد می شود که پیروزی بشریت بر سیاهی داعش را رقم زد. کوبانی در این نبرد از 3 سمت توسط داعش و در نقطه مرزی از سوی ترکیه کاملا محاصره شده بود. نیروهای داعش از جرابلس، منبج، رقا و سرین دور کوبانی حلقه زده و از هزاران نیرو و انواع سلاح‌های سنگین برخوردار بودند. این در حالی بود که نیروهای یپگه و یپژه در داخل کوبانی دارای سلاح‌های انفرادی بودند. آنها در سال 2013 موفق شده بودند داعش را در نبردهای مکرر شکست دهند، اما این بار با هجومی سنگین و متفاوت مواجه بودند. جنگ با درگیری‌های پراکنده در حومه شهر آغاز شد. تعداد نیروها و سلاح‌های داعش که از جانب حکومت ترکیه مورد حمایت لوجستیکی بودند، به گونه‌ای بود که در روزهای نخستین مبارزان برای جلوگیری از پیشروی آنها عملیات فداکارانه انجام دادند و به دل دشمن ضربات سنگینی وارد کردند. داعش در این میان ده‌ها کشته داد و متوجه شد که فتح کوبانی آسان نخواهد بود. کوبانی فقط یک راه برای نفس کشیدن داشت و آن هم شمال کردستان بود که در آن طرف هم نظامیان ترکیه با صف‌بندی مانع از کمک رسانی به کوبانی شده بودند. اعضای داعش با تصرف صد و نیروگاه‌های تشرین در نزدیک کوبانی شبکه برق و آب را به کلی قطع کردند. در غرب کوبانی نیز شبکه برق رسانی قطع شد. کوبانی در تاریکی زیر آتش گلوله و توپ قرار داشت. در شمال کردستان بسیج عمومی اعلام شده بود و به خاطر کنترل نوار مرزی توسط نظامیان ترکیه به سختی به کوبانی کمک رسانی می شد. مردم چاه‌های حفاری کردند و به آب رسیدند. همچنین از لبنیات دام‌های خود برای تغذیه استفاده کردند. مردم کوبانی از پیر و جوان در حال مقاومت بودند و جهان شاهد حماسه آفرینی آنها بود. ترکیه انواع سلاح‌ها و کمک‌های لازم را به داعش می‌رساند و رجب اردوغان رئیس جمهور این کشور در رسانه‌ها با خوشحالی اعلام کرد کوبانی سقوط می‌کند. مقامات کشورهای دیگر هم سقوط کوبانی را پیش‌بینی کردند. اما هرچه بیشتر کوبانی مقاومت می‌کرد، حامیان بیشتری در جهان پیدا شدند و مردم زیادی داوطلب بودند که به مقاومت کوبانی ملحق شوند و بسیاری موفق شدند از مرزها عبور کنند. از جمله صدها آزادی خواه در ایران و شرق کردستان آماده پیکار در کوبانی بودند. کوبانی 4 ماه و نیم غرق در خون و حماسه بود و چهره‌های انقلابی زیادی را به یادگار گذاشت که نامشان در تاریخ بشریت ثبت شده است. داعش پس از اشغال موصل و شنگال به دنبال اشغال کوبانی بود که با حماسه آفرینی مردم در آن ناکام ماند.